بدن شما چقدر نسبت به دیگران خاصه. 10% جمعیت پنجه مورتون دارن. این حالت وقتیه که شست از انگشت‌های بغل دستیش کوچیک‌تره. و جالب اونجاست که مجسمه آزادی هم پنجه مورتون داره. فقط 1% مردم استخوان‌های غیرقابل شکستن دارن. اگه تا حالا جایتون نشکسته، احتمال داره این جهش رو داشته باشید و یه فراانسان باشید. این جهش ژنتیکی باعث میشه استخوان‌ها چند برابر چگال‌تر و پرتر باشن. فقط 5% جمعیت زبان گیر افتاده دارن. این حالت وقتی اتفاق میفته که زبان شما به زیرش چسبیده باشه و متاسفانه تأثیر بدی در صحبت کردن و خوردن داره. بدن چقدر خاصه؟ اگه این برآمدگی رو گوشت داری، ژنتیک خاصی داری، چون افراد کمی هستن که گوششون این شکلیه. در مورد این ویژگی نوشته شده افرادی که گوش این شکلی دارن تون صداها رو بهتر میشنون. همه میتونن به شکل غیر ارادی دماغشون رو اینجوری کنن، ولی فقط آدمای کمی هستن که میتونن عمدن و با اختیار خودشون این کارو بکنن. فقط 2% مردم هستن که میتونن عمدی گوششون رو تکون بدن. 1% مردم هم میتونن بزاق دهنشون رو از زیر زبانشون به بیرون بپاشن. نمیدونم به درد کجا میخوره، فقط خواستن اینا. بدن چقدر خواسته؟ قسمت سوم. اگه موهای بلوند طبیعی داری خیلی خواستی، چون فقط 2% جمعیت انسان‌ها بلوند طبیعی هستن. البته تو بعضی کشورها تا 5% جمعیت هم تشکیل دادن. اگه بین دندونای جلوتی فاصله کوچیک هست، جز 20% جمعیت بشر هستی. خوبه بدونی سلبریتیایی که این مدل دندونا رو دارن درست نمی‌کنن، چون باعث خواستر شدن اونا میشه. اگه رنگ دو تا چشمت یه ذره هم هم فرق دارن، جز یه گروه خیلی کوچیک محسوب میشی. به این پدیده هتروکرومیا گفته میشه. فقط 40 نفر در جهان گروه خونی طلایی دارن. این گروه خونی با ارزش‌ترین گروه خونیه و این افراد میتونن خونشون رو خیلی گران بفروشن. هویت اونا مخفیه، چون از این 40 نفر فقط 9 نفر هستن که میتونن خون اهدا کنن. رنگ مو یا چشم‌های شما چقدر میتونه خاص باشه؟ قهوه‌ای تا 70% جمعیت، چشم‌آبی‌ها بین 8 تا 10% جمعیت جهان، که فکر می‌کنم توی ایران درصدش کمتر باشه. رنگ چشم هیزل یا امبر داریم که به زبان فارسی بهش کهربایی یا چشم عسلی هم گفته میشه، که با اون امبری که می‌شناسیم فرق داره. حدود 10% جمعیت جهان این رنگ چشم رو دارن. رنگ چشم سبز با 2% جمعیت جهان یه رنگ چشم خاصه و خاص‌ترین رنگ برای چشم خاکستریه، که کمتر از 1% جمعیت جهان چشم این رنگی دارن. مو قرمزها بین 1 تا 2% جمعیت جهان رو تشکیل میدن. بلوندها 3%. مو قهوه‌ای‌ها یا برونت‌ها 11%. مو مشکی‌ها هم 80%. مو قرمزهایی که چشم آبی دارن خیلی خاص هستن و البته خاص‌تر از اون مو قرمزهایی هستن که چشم خاکستری هستن، که به تعداد انگشت شماری دیده شده. بدنت چقدر خاصه؟ قسمت چهارم. زبونت ممکنه طعمای بیشتری رو حس کنه. اگه مثل موش سرآشپز میتونی طعمای غذا رو با دقت بفهمی و از هم تفکیکشون کنی، جز 25% جمعیت انسان هستی. 90% مردم راست دست هستن و کمتر از 1% میتونن تمام کارشون رو به راحتی با هر دو تا دستشون انجام بدن. 1 نفر از هر 10,000 نفر به قدری در موسیقی گوشهای خوبی دارن که میتونه گامهای صدا و تونهای مختلف رو از هم تفکیک کنه. کمتر از 5% جامعه آدمایی هستن که از بقیه کمتر میخوابن و این مقدار خواب براشون کافیه. به جغدها احترام بذارید. منم اینطوریه. پای بالدیسم یه ویژگی ژنتیکیه که قسمتی از بدن و موها ممکنه سفید بشه. افرادی با این ویژگی چهرهای خاصی دارن و بعضیاشون حسابی معروف شدن. 2.5% جمعیت هیچ وقت چهره یه نفر رو فراموش نمیکنن. مواظب باشید با اینا در نیفتید. بدنت چقدر خاصه؟ قسمت پنجم. بیشتر ما یه ردیف موژه داریم، ولی خوبه بدونید آدمایی هستن که 2 ردیف موژه دارن و این باعث میشه یه جوری شبیه سرندیپیتی بشن. البته اگه بشناسید. ناف بیرون زده هم یه ویژگی خاصه که هر کسی نداره. البته دلایل مختلفی برای شکل نهایی ناف وجود داره و الان هم جراحی‌های زیبایی ناف زیاد شده. دست تو یه جای صاف بذار و مشابه تصویر با انگشت شستت انگشت کوچیکه رو لمس کن. اگه این عضله بیرون زد، خیلی بدن خاصی داری، ولی خیلی هم خوشحال نباش، چون این عضله در اجداد ما فعال بوده و به اونا کمک می‌کرده که از درخت بالا برن. البته ممکنه در رشته‌های ورزشی مثل صخره‌نوردی یه مزیت به حساب بیاد. بدنت چقدر خاصه؟ قسمت ششم. آدمای کمی میتونن انگشت کوچیکه پاشون رو به تنهایی و با اختیار خودشون تکون بدن. اگه میتونی ابروهاتو جداگونه و به اختیار خودت تکون بدی، بدنی با ویژگی‌های خاص داری و میمیک صورتت میتونه به قدری ویژه باشه که بازیگر بشی. اگه وقتی تو سبزیجات گشنیز می‌خوری، مزه‌اش مثل صابونه برات، ممکنه یه ژن خاص داشته باشی که باعث این موضوع شده. زبونت اینجوری ترک خورده. تو جمعیت‌های مختلف انسان بین 6 تا 11% افراد اینجوری هستن.
هستن. ژنتیک و فاکتورهای ناشناخته باعث این موضوع میشن. یه نفر از هر 500 نفر 6 انگشتی هستن. بعضی از این افرادی که انگشت ششمو جراحی نمیکنن، شاید بتونن کاری انجام بدن که ماها نمیتونیم به راحتی انجام بدیم. مثلا کفششون رو یه دستی گره بزنن. شاید هم تو گیم بهتر از ما بشن. بدنت چقدر خاصه؟ قسمت هفتم. این دست یکم غیر عادیه، چون شست سه بندی داره. شست این افراد به جای دو بند سه بند داره که در هر 25,000 نفر یه نفر اینجوری میشه. این ویژگی رو یه نقص نبینید، چون بعضی کارا مثل پیانو زدن و راحت تر میشه با این شست انجام داد. حتما میدونید کلسترول برای قلب چیز خوبی نیست و باعث گرفتگی عروق میشه. یه سری ژنی دارن که باعث میشه کلسترول اونا هیچ وقت بالا نره. دیدین بعضی وقتا کسایی هستن که میگن رنگایی رو میبینن که شما نمیبینید. این واقعیت داره. بعضی هستن که چشماشون به قدری رنگای متفاوتی رو میبینه که هیچ کسی نمیتونه این رنگها رو ببینه. دنیا از نظر اونها متفاوته و به این ویژگی ژنتیکی تتراکروماتیسم میگن. این گردالیا برای کله ماست و اسمش هم نمیدونم. و وقتی بچه بودیم به ما میگفتن اگه دوتا داشته باشی دوتا هم زن میگیری، باعث میشه موها سختتر شونه بشن. داشتن این گردالیا با ژنتیک ما تعیین میشه. بدنت چقدر خاصه؟ قسمت هشتم. اگه بتونی با زبونت یه نخ یا ساقه یه گیلاس رو گره بزنی، جز 0.1% مردم هستی. 5% مردم دستهای بیش از حد متحرک دارن. اونا میتونن این کارا رو با دستشون انجام بدن و یه کسایی هستن که میتونن با پشت دستشون یه وسیله رو بگیرن. این آخریه خیلی خاصه. 2.8% مردم بیش فعالی دارن. مردا بیشتر از زنا دچار بیش فعالی میشن. 65% مردم تحمل به لاکتوز شیر ندارن و وقتی شیر میخورن دل درد میگیرن. بعضی از آدما هستن که میتونن هر چقدر که بخوان شیر بخورن. اونا ژنای خاصی برای این کار دارن. انگشت وسط تو اینجوری روی یه میز بذار. اگه تونستی انگشت حلقه رو بلند کنی، جز 1% مردمی. بدنت چقدر خاصه؟ قسمت نهم. نیکولا تسلا و چرچیل از یه نظر شبیه هم بودن. هر دوتای اونا نمیتونستن زیاد بخوابن و بیش از حد کار میکردن. ژن DEC2 میتونه شما رو فعالتر کنه و خوابتون هم کمتر کنه. همین الان هم میتونید برید تست ژنتیک اون رو انجام بدین. برای ویژگی‌های استخونای غیر قابل شکستن که قبلا بهتون گفتم، ژن LRP5 شناخته شده. این افراد تقریبا هیچ وقت دچار شکستگی استخون نمیشن. بعضی افراد هستند که یه دنده اضافه دارن. تا جایی که دانشمندا فهمیدن هیچ فایده ای نداره. کسایی که در تبت زندگی میکنن ویژگی‌های ژنتیکی متفاوتی دارن. در هر صورت اونا تونستن تو این ارتفاع خیلی بالا زنده بمونن. یه ویژگی چندش هم هست که افراد خیلی کمی دارن. اونم اینه که عملا میتونن چشمشون رو از حدقه در بیارن. با این که میشه تو سیرک کار پیدا کرد، ولی فکر نمیکنم کسی دوست داشته باشه اینقدر خاص باشه. بدنت چقدر خاصه؟ قسمت دهم. فقط 10% مردم ماه گرفتگی دارن که معمولا بیزی شکل، رنگش هم قهوه‌ایه. به فرانسه هم قهوه با شیر ترجمه میشه. فقط 10% مردم میتونن زبانشون رو به نوک بینیشون بزنن. در علم پزشکی به این کار گورلین ساین میگن. تعداد خیلی کمتری هم هستن که میتونن نوک زبانشون رو به چونهشون بزنن. بعضیا وقتی جلوی خورشید برن عطسه میزنن. کمتر از 1% مردم میتونن رنگ ها رو بشنون یا صداها رو ببینن. البته بعضی مواد توهمزا هم هستن که باعث این کار میشن. یه نفر از هر 4 نفر دندون های عالی دارن، یعنی تمام دندوناشون صاف و منظم هستن و اصلا نیازی به ارتودنسی ندارن. بدنت چقدر خاصه؟ قسمت 11. 2% مردم دنیا رو اینجوری میبینن. به این شرایط نشانگان دید برفکی میگن. این شرایط یه مشکل نورولوژیکه که باعث میشه بیناییت مثل دیدن یه تلویزیونی باشه که برفک داره. 32% مردم چشمای آستیگمات دارن. اگه نورها رو اینجوری تار میبینی یا دور اونها حاله وجود داره، ممکنه این مشکل چشمی رو داشته باشی. 40% مردم به بیماری پوست مرغی مبتلا هستن که باعث میشه پوست خشک و سخت بشه و روی پوست این دونه ها دیده بشن. بیشتر پوست روی بازوها، گونه ها، بالای زانو و رون این شکلی میشه. 2.6% مردم در تصویرسازی ذهنی عالی هستن. به این ویژگی هایپر فانتزیا گفته میشه و این افراد میتونن هر تصویری رو در ذهن خودشون بسازن، در اون تصاویر تغییر ایجاد کنن و انگار که اصلا توی اون محل بودن و اون تصویر رو دیدن. بدن تو هم خاصه. 10% مردم به سندروم پای بیقرار مبتلا هستن. وقتی این شرایط رو داشته باشی، غیر ارادی باید پاهات رو تکون بدی، چون حس بدی پیدا میکنی وقتی بی حرکت میشی. بیشتر مردم میتونن دوتا ابروها رو با هم بالا بندازن، ولی فقط 24% مردم هستن که میتونن یه ابرو رو به تنهایی بالا ببرن. البته بیشتر افراد هم میتونن این کار رو به مرور یاد بگیرن. کمتر از 1% مردم چشمای خاکستری دارن. اگه چشمای خاکستری داری، در عنبیه چشما تقریبا ماده ملانین وجود نداره. 10
درصد مردم چپ دست هستند و تحقیقات نشون داده چپ دست ها متاسفانه کمتر از راست دست ها عمر میکنند. فقط 35% مردم هستند که دید عالی دارند، یعنی در آزمون چشم 20-20 یا حتی بهتر هستند. بدنت نسبت به دیگران چقدر خاصه؟ 20% مردم مردمک های چشمشون به اندازه هم نیست. تو آینه به راحتی میتونی متوجه بشی. از لحاظ پزشکی به این حالت آنیزوکوری میگن. ممکنه تفاوت اندازه خیلی جزئی باشه یا خیلی زیاد. 70% مردم برای روبوسی سرشون رو به سمت راست میگردونن. این موضوع نشون دهنده علاقه و عاطفه اونها به طرف مقابله. از اونجایی مهم میشه که مغز ما ناخودآگاه این رو کنترل میکنه. کسایی که موقع روبوسی قاطی میکنن و به سمت چپ میرن، احتمالاً شما رو کمتر دوست دارن یا اینکه تو اون لحظه خیلی دستپاچه شدن. بعضیا موهای شونه نشدنی دارن که از توضیحش مشخصه چه شکلی هن. جالبه که اونا معمولاً موهای بلوند دارن و در سنهای بالاتر موهاشون بهتر میشه. کمتر از 1% مردم هم یه دنده اضافه دارن که بهش دنده گردن میگن. این دنده ممکنه یه طرف در بیاد یا در هر دو طرف ظاهر بشه. این دنده روی مهره هفتم گردنی قرار داره.